تاریخ 1400 سال گذشته شیعه رو که یه اصلی جا افتاد که به علی جام زهر رو نوشاندن، شمشیر رو گذاشتن زیر گلوش، گفتن به مالک بگو برگرده، و این اصل تثبیت شد در دوره بعد از انقلاب ایران هم باز ناکارآمدی و ناتوانی و عجز خودشون در طراحی استراتژی رو به امام راحل تحمیل کردن و نتیجه شد پذیرش قدنامه. وقتی در 1381-82 مجددن همین شمشیر رو گذاشتن زیر گردن علی زمان، بهش گفتن که جام زهر رو بنوشید، شما امروز وارد اینترنت بشوید، نامه 127 نفر نماینده مجلسی که مستقیماً تو نامه‌شون در مورد پرونده هسته‌ای به رهبری نوشتن که جام زهری اگر باید نوشیده شود همین الان بنوشید. اون روز همین دوستان که امروز دو تا مسئولیت در سیاست تصمیم سازی کلان کشور دارن و میگن ما اون روز ترسیدیم، اون روز سلاح شیمیایی دشمن زد پس به نتیجه رسیدیم که نمیشه ادامه داد، اون روز دوستان وزیر دفاع بودن. اون روزی که شما وزیر دفاع اون سیستم بودید در مقابل نامه 127 نفر نماینده مجلسی که رهبر این مملکت رو تهدید می‌کردن که شما بایستی جام زهر رو بنوشید، که این نامه امروز مخفی نیست که کسی بخواد افشاش کنه، این نامه امروز تو فضای اینترنت موجوده، کی جلو اون نامه ایستاد؟ شما به عنوان وزیر دفاع با یال و کوپال نظامی؟ لذا بر یک اصل ایستادیم، اجازه ندیم دیگه امام معصوم و امام غیر معصوم. اون امام معصوم که میشد علی علیه السلام و امام غیر معصوم حضرت روح الله و در دوره اخیر هم حضرت سید علی جام زهر بنوشن. ما بر این اصل ایستادیم. پیامی که در فضایی که کشور درگیر مسئله پرونده هسته ایست و بیانیه تهران رفته و در مناسبات جهانی دنبال اجماع علیه ایران هستند در شورای امنیت، اینه که ما بگیم آقا نمیدونم 25 سال پیش 26 سال پیش چرا جنگ نتیجهش اینجوری شد ربع قرن قبل، این بود که ما مقوله به اصطلاح سلاح شیمیایی دشمن که آمد وسط ما دیگه نمیتونستیم ادامه بدیم. اگر کسی با لباس شخصی به عنوان بازنشسته، به عنوان کسی که خاطرات اون دوره رو میره میگه، کسی حرفی نداره، ولی دو موضع رسمی برای اینکه مرکز مطالعات استراتژیک دشمن بنشینه فکر کنه بگه دشمن ما که میشه ایران، رهبران نظامی و سیاست خارجیش چطوری فکر میکنن، اونها کلاهک اتمی و سلاح هسته‌ای دارند، ما باید مردممون رو در مقوله بازدارندگی آماده کنیم، به حکومت و دولت و دیگران کمک کنیم در مسئله بازدارندگی. دوستان به عوض اینکه کمک کنند، درست در یک مقطع و شرایط حساس پالس غلط میفرستن از رسانه ملی. امروز زمانیه که ما بیایم بگیم آقا مثلا ما اون روز جنگ اینجوری تمام شد، حالا میخوام دفاع کنیم از اینکه اسم کیاک و کیاک برده شده، مثلا در اینکه آخر جنگ این نامه زد به اون تصمیم گرفت که جنگ رو یه جوری تمام کنه. مگه مسئله شخصی بین من و جناب عالی و دیگرانه؟ یک ملتی با 7000 سال ریشه و تاریخ و قدمت، یک انقلابی با 31 سال زحمت و دشمنانی که چنگ و دندون دارن نشون میدن، حق طبیعی و رسمی این مردم رو به رسمیت نمیشناسند. حالا با سه هویت، هویت رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، هویت عضو دائم شورای روابط خارجی کشور، انقدر این شورا ناشناخته است از روزی که بیانیش و حکم صدور و حکمش رو رهبر معظم انقلاب داده تا به امروز که من گفتم هیچ کسی خبری ازش نشنیده. الان اگه رأی گیری کنیم 99% شما نمیدونستید همچین شورای تو کشور وجود داره، ولی این رو مرکز مطالعات استراتژیک غرب که میدونند. و سومیش هم یال و کوپال نظامیه. این چه پیام ضد و نقیضی است که شما میفرستید؟